مواد و مشروب رو بیارم و دوستایی که برای خودم انتخاب میکردم. سلام دوستان عزیز، خوشحال هستیم که با برنامه جدیدی از برنامه‌های شفای شکست دلان در خدمت شما عزیزان هستیم. امروز داستان خانمی رو با هم دیگه می‌بینیم که به خاطر اینکه دنبال آرامش و شادی می‌گشتن تو زندگیشون، دست به گریبان مسائل مختلفی شدن، ولی با هم دیگه خواهیم دید که خداوند چقدر زیبا و نیکو زندگی این شخص رو عوض می‌کنه و اون آرامش واقعی خودش رو به این شخص عطا می‌کنه. در این برنامه با ما همراه باشید. هلن در خانواده‌ای مرفه به دنیا آمد، ولی مقررات بسیار سختی در خانواده‌شان حکم فرما بود. دوران کودکی یادم میاد که خیلی کتک می‌خوردم و موقعیت خونه‌مون، محیط خونه، محیط آرومی نبود، آرامش بخشی نبود برای خب یک کودکی که خب 7-8 ساله و هر دلیلی برای کتک و یا آزارش هست. در دوران نوجوانی به نقاشی رو آوردم. احساس میکردم که با نقاشی کشیدن میتونم یه دنیای دیگه برای خودم درست کنم. همیشه یادمه قاب نقاشی، بوم نقاشیمو یه دنیا برای خودم در نظر میگرفتم و دنیایی که اونجوری که دلم میخواست نقاشی میکردم، رنگایی که دوست داشتم استفاده میکردم. نقاشی رو برای خودم هدف قرار دادم به خاطر اینکه احساس میکردم تنها جاییه که میتونم اون احساس آزادی بدون کنترل، بدون قانون، بدون نظمی که در خانواده هست اون رو در اونجا پیاده کنم و به همین دلیل تصمیم گرفتم برم دنبال نقاشی و اینو ادامه بدم. به همین خاطر رفتم به تهران برای شرکت در برای آمادگی در کلاس‌های کنکور و اینکه به طور جدی بخوام نقاشی رو ادامه بدم. زمانی که به تهران رفتم و در اونجا مستقر شدم، به کلاس‌های کنکور رفتم و در کلاس‌های کنکور با جمعی که آشنا شدم و دوستانی که اونجا بودن، گروه خاصی رو برای دوستی با خودم در نظر گرفتم، گروهی که خودم اونا رو انتخاب کرده بودم. گروهی بودن که درست مخالف شرایطی که داشتم، دوستانی که داشتم و خیلی متفاوت بودن از نظر خانوادگی، از نظر شخصیتی و از نظر تربیتی با من، و من با اونو خیلی احساس لذت میکردم، احساس خوبی داشتم باهاشون و بیشتر دلم میخواست که با اونا در ارتباط باشم. به خاطر همین خیلی تأمینشون میکردم، حتی چون من یه خونه اونجا خوب در اختیار داشتم دعوتشون میکردم به خونه، حالا مهمونی هایی که داشتیم لذت میبردم از اینکه براشون خرج کنم و اونا فقط دوروبر من باشن و من از دیدن بیبند و باریاشون احساس لذت میکردم. به سیگار رو آوردم. اولین بار که سیگار کشیدم خیلی احساس خوبی داشتم، واقعا احساس میکردم یه کار متفاوت با بقیه خانوادم دارم انجام میدم و چقدر لذت میبردم. بعد از اون به مراتب بالاتر رفت، شروع شد به حشیش و بعد از اون
به مراتب بیشتر و بیشتر مهمونی های شبانه و زمانی به خودم اومدم که دیگه اسیر شده بودم و گرفتار شده بودم و دیگه حالت تفننی، تفریحی، حالت سرگرمی نداشت. من به این وضعیت عادت کرده بودم، من اسیر شده بودم. بنا به تصمیم پدرم برگشتم، چون پدرم قصد داشت که من ازدواج کنم. زمانی که برگشتم خیلی شرایط سختی تو خونه داشتم، به خاطر اینکه از یه طرف مصرف موادم خیلی بیشتر شده بود و از طرف دیگه فشارهای پدرم باعث شده بود که خیلی احساس بدی داشتم، خیلی خرد شده بودم، خیلی ناتوان بودم، خیلی عذاب میکشیدم و دنبال واقعا راه چاره ای میگشتم. در اون شرایط بود که تصمیم گرفتم گالری بزنم. در گالری با پسر همسایمون که قبلا آشنا بودیم و رفت آمد خانوادگی هم داشتیم، با اون آشنا شدم، دوباره دیدیم همدیگر رو و این رابطه خیلی در اون شرایط به هم کمک کرد و این رابطه به ازدواج منجر شد و تصمیم گرفتیم برای تحصیل به خارج از کشور بریم. در زمانی که به کشور جدید رفتیم شرایط خیلی سخت و خیلی متفاوت با اون چیزی که در نظرمون بود برامون اتفاق افتاد، ولی بازم من از این شرایط لذت می بردم، مخصوصا با آزادیایی که در کشور جدید داشتم باعث شد که بیشتر به سوی مواد و مشروب رو بیارم و دوستایی که برای خودم انتخاب میکردم متاسفانه دوباره همون شرایط بود و اینا همه در حالی بود که روز به روز خودم ضعیفتر می شدم از لحاظ روحی و هر روز احساس می کردم دارم نابود می شم و چیزی واقعا ازم نمونده بود. به خاطر شرایط روحی که داشتم خونه رو همیشه متشنج می کردم و رابطه صمیمی و سالمی با شوهرم نداشتم. شوهرم همیشه در صدد بود که منو آروم کنه، سرگرم کنه و به همین دلیل پیشنهاد داد که به کلاس زبان برم. در کلاس زبان با خانومی آشنا شدم که فقط یک روز به عنوان معلم جایگزین اومده بود سر کلاس ما و خداوند از همون یه روز استفاده کرد برای نجات من و رابطه صمیمی بین من و اون خانم ایجاد شد. ما همدیگر رو بیرون می دیدیم و با هم بیرون می رفتیم. اون خانم توی کلیسا ویولون می زد و من ازش خواهش کردم که بیام یه روز و